بی بی سی فارسی از جمله رسانه‌هایی بود که هیچگاه به عظمت راهپیمایی 22 بهمن ماه مردم ایران اشاره نکرد و تنها به حواشی این راهپیمایی پرداخت. البته علت این عصبانیت هم مشخص بود، چرا که از مدت‌ها قبل بر تبل تحریم‌ها می‌کوبید که تحریم‌ها فلج کننده است و موجب می‌شود که مردم وارد میدان نشوند. تحریم‌ها به میزان زیادی روی زندگی مردم تأثیر گذاشته. اما وقتی دید مردم قبراختر از همیشه وارد صحنه شدن، چاره‌ای جز بستن گزارشی سراسر بغض و حاشیه نداشت. اما این گزارش‌های کینه‌ورزانه را چه کسی تهیه می‌کند؟ گزارش ببینیم از کسرا ناجی. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر. کسرا ناجی کیست؟ امین فراماسون ها، تنها خبرنگار با افکار بهایی که توانست برای اولین بار از داخل مقر فراماسون ها گزارش تهیه کند. وی حتی پیروی از عقاید فراماسون ها را نیز هیچگاه پنهان نکرد. امروز آمدیم در این محله توریستی مرکز لندن سری به این ساختمان اسرارآمیز بزنیم، مقر فراماسونری انگلیس و به گفته بعضی ها کانون فراماسونری جهانی. کسرا ناجی هیچگاه نتوانست علاقه و حمایتش از بهائیان را هم پنهان کند، به طوری که از معدود خبرنگارانی بوده است که به جایگاه ویژه بهائیان راه پیدا کرده. این اولین بار است که دوربین تلویزیون به این خانه راه پیدا کرده. خبرنگاری که فعالیت‌های ضد ایرانیش به همینجا ختم نمی‌شود و تا خلیج فارس هم کشیده می‌شود. ناو هواپیمابری که آمریکایی‌ها برای آن حریم امنی ایجاد می‌کنند تا وی در آن علیه ملت ایران رجزخوانی کند. اگرچه بی بی سی فارسی تلاش کرد با زبان به عظمت این راهپیمایی‌ها اعتراف نکند، اما در لابلای این بغض‌های درگلو و تصاویری که با سانسور نشان می‌داد، باز هم چاره‌ای جز به تصویر کشیدن حضور حماسی ملت نداشت.